سلام و عرض ادب خدمت تمام بینندگان گرامی آراز نیوز تیوی. امروز با بخش دیگری از اخبار آراز نیوز در خدمت شما عزیزان خواهم بود. سرخط خبرها. سردار آزمون ستاره ترک فوتبال در بین 10 بازیکن آینده‌دار جام جهانی. وضعیت نگران کننده حبیب ساسانیان در بازداشت اداره اطلاعات اردبیل. برگزاری نخستین جشنواره دده و حق آشخلاره در میاندوا. دانشمند تبریزی جانشین انیشتن می شود. اظهارات عجیب و دوگانه علی یونسی درباره تدریس زبان ترکی. بازداشت 9 شهروند عرب اهوازی و صدور حکم حبس برای یک شاعر. یک عضو بلندپایه سپاه پاسداران ایران در استان حماه سوریه کشته شد. پاکسازی مرز ترکیه با سوریه از عناصر تروریستی داعش. مذاکرات روسیه و آمریکا درباره مسئله سوریه بی‌نتیجه ماند. مشروع خبرها. یک سایت خارجی 10 بازیکن آینده‌دار که در جام جهانی آینده بر سر زبان‌ها می‌افتند را منتشر کرد که نام سردار آزمون، جوان ترکمن گنبد کابوسی به چشم می‌خورد. آزمون در 19 بازی ملی رکورد 15 گل را در اختیار دارد. وی که از فصل پیش با تیم روستوف روسیه توانست با کسب مقام دوم در این لیگ جواز حضور در پلی‌اف لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد، یکی از ستاره‌های این تحلیل محسوب می‌شود. وی با گلزنی خود در برابر تیم‌های اندرلخت بلژیک و آژاکس هلند توانست برای رسیدن به لیگ قهرمانان اروپا به تیمش کمک کند. حبیب ساسانیان، شاعر و نویسنده و محقق آذربایجانی که با نام یاکاموس شناخته می‌شود، نزدیک به 5 ماه پیش به صورت غیرقانونی و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل و سپس زندان اردبیل انتقال یافته بود. به دلایل نامعلومی بار دیگر به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل برگردانده و بنا به گزارش‌های موثق تحت فشار شدید جسمی و روحی قرار دارد. همچنین به گفته خانواده وی، ایشان در اداره اطلاعات اردبیل بازداشت می‌باشد. خانواده حبیب ساسانیان یاکاموز که دچار اضطراب و نگرانی شدید شده اند، از مجامع بین‌المللی و حقوق بشری خواستار پیگیری وضعیت حبیب می‌باشند. لازم به ذکر می‌باشد که به دلیل نحوه برخورد و بازداشت طولانی مدت و خبرهای نگران کننده از وضعیت جسمی ایشان، موجی از نگرانی و اعتراض را در بین فعالین حرکت ملی به وجود آورده است. نخستین جشنواره بین‌المللی دده و حق آشخلاره با حضور بیش از 200 هنرمند از ایران، ترکیه و آذربایجان شمالی در شهرستان میاندوا برگزار شد. رضا شیخ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میاندوا، با اشاره به اینکه این جشنواره در سطح بین‌المللی برگزار شد، اظهار کرد در این جشنواره 20 گروه عاشق از سراسر کشور و 3 گروه نیز از کشورهای ترکیه و آذربایجان حضور داشتند. به گفت 20 گروه عاشق ایرانی از استانهای آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، همدان، قم، مرکزی، تهران، گلستان و البرز بودند که هنرهای خود را در زمینه هنر عاشقی به معرض دید عموم گذاشتند. شیخ تصریح کرد این جشنواره به منظور بزرگداشت استاد عباس فارگانلو و با همکاری خانه ایران عاشقلاره، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری میاندوآب در محل مجتمع فرهنگی هنری ارشاد این شهر برگزار شد. نیما ارکانی حامد، دانشمند جوان تبریزی با تصدی کرسی استادی دانشگاه پرینستون آمریکا، جایگاهی که 55 سال پس از انیشتن در اختیار فرد دیگری قرار داده نشد، جانشین انیشتن می شود. نیما ارکانی حامد در حال حاضر استاد دانشگاه هاروارد و دارای کرسی استادی در دانشگاه پرینستون است. این کرسی از سال 1933 تا 1955 در انحصار آلبرت انیشتن بوده است. پس از اعلام نظریه عملکرد جهانی ارکانی، از او دعوت شده که در طرح تونل شتاب دهنده سوئیس که با هزینه بالغ بر 5 میلیارد دلار ساخته شده، رهبری آزمایش‌ها را بر عهده داشته باشد. تلاش نظریه ابر ریسمان که اخیراً اعلام شده، در این است که توضیح دهد ذرات کوچکترین ماده تشکیل دهنده مواد نیستند، بلکه حلقه‌های مرتعشی که ریسمان نامیده می‌شوند، کوچکترین بخش به حساب می‌آیند. دکتر نیما ارکانی از 14 سالگی در نظریه به قوانین نیوتن تحقیق کرده است. وی فرزند دکتر جعفر ارکانی حامد، متولد سال 1318 تبریز است. علی یونسی، مشاور رئیس جمهوری ایران در امور اقلیت‌ها، روز شنبه 13 شهریور
در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق تحت عنوان مطالبه اصلی اقوام ایرانی تکریم محرومیت زدایی است، سعی کرده است با سرپوش گذاشتن بر حقوق زبانی و ملی ملل تحت ستم در ایران، مسئله آموزش زبان مادری را کم اهمیت و مطالبه‌ای غیر واقعی نشان دهد. یونسی با خرد فرهنگ نامیدن زبان و فرهنگ ده ها میلیون ترک آذربایجانی در این باره به روزنامه شرق گفته است: خرد فرهنگ ها را هم عمدتاً گروه های سیاسی واگرا بدون توجه به هویت و فرهنگ اصلی و ملی نمایندگی می کنند، مثل پان ترک ها، و در کل پان ها از آن خرد فرهنگ ها تبعیت می کنند. آنها سعی می کنند تفاوت در زبان را از دلایل تفرقه و جدایی بدانند. ما معتقدیم به این که مردم ده ها زبان داشته باشند هیچ اشکالی ندارد. زبان های متعددی وجود دارد، اما زبان ملی هم وجود دارد. زبان ملی و رسمی ایرانیان پیش از جمهوری اسلامی و پهلوی در زمان حاکمیت ترک ها در ایران که حدود 1000 سال حاکم بودند فارسی بوده است. اتفاقا ترک ها بیش از هر زبان دیگری در ترویج زبان و ادبیات فارسی نقش داشتند. مثلا شاهنامه را محمود غزنوی ترک سفارش داده است. زبان فارسی زبان دربار عثمانی ها و زبان فاخر ادبی حکومت های ترک بوده. اگر در قانون اساسی ما زبان فارسی به عنوان زبان ملی آمده، به این دلیل است که یک پشتوانه واقعیت تاریخی ممتد است. بر این اساس آمده اند زبان فارسی را زبان ملی اعلام کرده اند و آموزش زبان های محلی بلا مانع است. فشارها بر شهروندان عرب اهوازی افزایش یافته و ماموران دولتی امنیتی ایران حداقل 9 شهروند عرب را بازداشت کردند. بنا به گزارش‌ها از سرنوشت 3 تن از بازداشت شدگان اطلاعاتی در دست نیست. از سوی دیگر دادگاه انقلاب فلاحیه 1 فعال فرهنگی و شاعر عرب را به 2 سال حبس محکوم کرد. خانواده باقر غلامی دیگر شهروند عرب بازداشت شده نیز خبر می‌دهند که علی‌رغم گذشت 6 ماه از بازداشت، از سرنوشت او اطلاعاتی در دست نیست. لازم به ذکر است جاسم کروشات، عبدالرحمن غرباوی، سید عبدالحکیم موسوی، رضا عبیداوی، محمد حیدری، یونس عبیات، جبار عبیات، صدام عبیات و کریم اشرش طی 1 ماه گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. در جریان درگیری‌های داخلی سوریه، سردار داریوش درستی، عضو ارشد سپاه پاسداران ایران، توسط اعضای وابسته به گروه جیش العزه ارتش آزاد در نزدیکی ایست بازرسی تل ناصریه در حومه حلفایا کشته شد. برخی رسانه‌های رسمی ایرانی از کشته شدن 10 نفر از شبه نظامیان افغان و ایرانی وابسته به سپاه پاسداران در درگیری‌های اخیر استان حلب سوریه، از جمله سردار احمد غلامی از فرماندهان با سابقه و ارشد سپاه پاسداران در حلب سوریه، طی 7 هفته گذشته خبر داده بودند. بر این اساس تعداد کشته های ایران در سوریه به حداقل 1320 نفر رسید. بیش از 50% این افراد افغان ها و پاکستانی های مقیم ایران هستند که در قالب لشکر فاطمیون و تیپ زینبیون توسط سپاه پاسداران سازماندهی، تجهیز و به سوریه اعزام و اسناد همگی آنها در ایران به خاک سپرده شده است. ارتش آزاد سوریه که با پشتیبانی نیروهای مسلح ترکیه در چهارچوب عملیات سپرفراد علیه داعش پیشروی می کند، خط اعزاز جرابلس را به دست گرفت. بدین ترتیب نوار مرزی ترکیه با سوریه از عناصر داعش پاک شد. در 12th روز این عملیات منطقه‌ای به وسعت 600 کیلومتر مربع از دست داعش نجات داده شد. بدین ترتیب یکی از اهداف عملیات سپرفراد که در 24 آگوست با پیشگامی یگانهای ویژه نیروهای مسلح ترکیه آغاز شده بود، تحقق یافت. در مرحله دوم عملیات جرابلس روز گذشته، این نیروها از کلیس به منطقه ال بیگلی در چوپانبیگ وارد شدند. بر اساس اعلام 1 مقام بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا، در مذاکرات میان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسیه وی، طرفین نتوانستند اختلافات میان خود را برطرف کنند. به گفته وی، دیپلمات‌های آمریکایی و روسی در تلاش برای میانجیگری و امضای توافقنامه آتش‌بس هستند که بدین وسیله برای میلیون‌ها غیر نظامی در سوریه کمک ارسال خواهد شد. تا بخش دیگری از اخبار زاویه، برای همه شما مخاطبین عزیز آرزوی موفقیت و پیروزی دارم.